البته قوتای مشترک طی هفته گذشته در مجموع بر تامین امنیت لوی جرگه مشورتی توظیف شدن طور مشترک در شهر کابل و ولسوالی های کابل توظیف هستند که روز اول جرگه مشورتی را بسیار به خوبی سپری کردیم با وجود که اطلاعات تهدیدی وجود داشت و روز دومش هم تا اکنون به خوبی سپری شد ما امیدوار هستیم که روزهای بعدیش هم به شکل درست و به شکل که قوتهای امنیتی در مجموع آمادگی های خوبی را که داشتن بتانن تامین امنیت بکنن و حوادث را نداشته باشیم نیروهای دفاعی، امنی و دفاعی کابل، البته تیم امنیتی کابل که در رأسش قمندانی امنی ولایت کابل قرار داره و قمندانی فرقه 111 گارنیزون کابل، ریاست محترم امنیت ملی کابل در مجموع جزء تیم امنیتی کابل هستند که به اساس پلانگذاری هایی که قبلا صورت گرفته در تامین امنیت لوی جرگه پلانهای خود تکمیل کردن و قوت ها آمدن جای به جای شدن از ولسوالی ها شروع اموتو تا به طرف حوزات و تا به نزدیک خیمه لوی جرگه در مجموع تمام قوت ها توظیف هستند و تدابیر جدی امنیتی را دارن البته با سه کمربند که تقسیم شده کمربند و اردو با پلیس در ساحه ولسوالی ها هست کمربند دیگه به ساحه حوزات که شروع میشه و یک کمربند که نزدیک است به خود خیمه لوی جرگه در این سه کمربند تماما قوت ها توظیف هستند و اجرای وظیفه میکنن و تامین امنیت انجام میدن پیام ما برای کسایی که علی نیروهای امنیتی قرار دارن و افغان هستند و از سرزمین هستند دلشان به مردمشان و به سرزمینشان حداقل می سوزه یا ترحم در به حال سرزمین خود و به حال خود دارن و به حال نسل های آیندهشان دارن از یه فرصت طلایی و از یه چانس ملی که زیر نام جرگه مشورتی مشرا و بزرگای مجموع ملک جمع شدن و با هم مشورت میکنن این سر موضوع نه تنها ختم جنگ در افغانستان بلکه حیات سیاسی و نظامی افغانستان و همچنان نسلهای آینده افغانستان و آبادی و عمران افغانستان مطرح است اونا باید این پروسه را لبیک بگن و این پروسه بپیوندن در غیر از او اما قوای امنیتی افغانستان، اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان و نیروهای بیدار امنیتی ملی افغانستان اینا با مو عزم و اراده آهنینی که دارن کسایی که با سرزمین ما دشمنی میکنن و دشمنای سوگن خورده هستن اونا جواب دندان شکن خواد دادن و اونا بالاخره با مو سرنوشت شومشان و مرای شوم جنگ و بدبختی را که انتخاب کردن به یک سرنوشت شوم خواد گرفتار شدن و جزای خود هم در این دنیا خواد دیدن و هم در دنیا پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې